به نام خدا برنامه را شروع کردیم. السلام علیکم عزیزان قلب، باور دارم که شما هم بمانند ما هر انسان سالم دست و پا یخ شده هستیم، دست و پای من یخ که کار نه حفصله یگان کار داریم، نه حفصله یگان چیز دیگر. سه جا سفر داشتم، هم چین هم ایران، اما دست و پا یخ شده هم که کار ما هم خیلی خفه است. از سبب چی؟ همه اینترنت داریم ورود می شویم، می بینیم واقعی که گذشته ایسود از در فلسطین. پیش از همین برنامه را کردم، این چشمان هم معلوم است، اول خیلی گیریستم به خاطر که من نمی توانستم آزاد صحبت کنم. خدا شاید است برای چی؟ برای اون نوارهایی که دیده ایستاده ایم. اون چیزی که شما در یوتیوب میبینید آن نه، آن چیزی که شما در اینستاگرام میبینید آن نه، چون اینها این گونه ویدیوها را نمیگذارند، چون ویدیوهایی که به نهایت به دیدنش انسان هفته هاش دیگر به خود نمیآید. اون کودک ها و اون کشتار ها و چیزهایی هست که خود همون برنامه ها یوتیوب و اینستاگرام این چیزها همین خیلی وای دارد که نمیم گذارد. اگر که مثلا یک دو نواری کرده بودیم و گذاشتیم که فوراً بلاکی رو میکند و بیرون میکند، نمیگذارد. چیزی که به روحیه انسان ضرر دارد، یعنی که در حقیقت به دیدنش انسان دیگر تمام میشه. ما را از چند طرف ها هم میگویند، یعنی که ما تاجیک ها را در نظر گیریم که بسیار افشان فکر ها هستند و شما چرا خاموشید و شما چرا این و آن هستید. تو اولین شده در آسیا، در همین آسیا میانه اولین شده ما تاجیکان چکار کردیم؟ رادیو بیان کردیم، سخن کردیم. حال من میگذارم میبینید و بعدن قرغزستان، بعدی قرغزستان، ازبکستان، دیگر دیگر. اگر گرد سری آن رود، ما یک بار نه، ما حتی دو بار محکوم کردیم، اینجا اشکار رو همش محکوم شد. و بسیاری ها اخیر مردم ما نمیدانند چی گویند، بعضن بلاگرای ما نمیدانند چی گویند، چی گویند برامده، چی گویند. همین عادی چیزایی که اخیر فهمیش ما به اون درجه نیست و این چیزها رو انسان وقتی میبیند دست و پا میخورد. شخصا من نمیدونستم چیکار کنم، دست و پا گم شده بودم. من انسانم و باور دارم به مانند ما هم صدها نفر و انسانی که فکر سالم داره، انسانای سالم اصلا طاقت نداره، چون کارهای شده ایستاده است که در جهان از عقل بیرون است و اون چیزهای شده ایستاده است که انسان را به دست و پا میزند، که انسان دست و پا میخورد، نمیدونه چی گوید. برای همون از یک طرف باید فهمید، ما تاجیکان گپ زدیم، تاجیکان گپ، تاجیکستان گپ زد و بسیاری ها گپ زدن. اما اگر که شما در نظر گیرید که مثلا بیرقچه گیرند برایند کوچه، نمیدونم چی جمع ها دارد، فقط فکر شخصی هم را میگویم، تا بیرقچه گرفته مثلا بر اومدن خوبش در خانه دعا میکنیم در حقشان. صد زدنی سوزنگر میگن یک زدنی آهنگر، ما سوزنگر هستیم که صد ها زنیم هم که هیچ چیز از دستمون نمیآید به جز دعا. بزرگوار من یک پرچه شعری را گفت که گر تیغ جهان مکمل یادم نیست، گر تیغ جهان خیزد بر سرت نبرد گر رگ، گر خدای نخواهد. میدونیم هرچی از جانب خدا میاد، هر مصیبت و هیچ برگ به اجازت پروردگار نمیافتد و همین جنگ ها و دیگر و دیگر همین چونی. با این خاطر یگانه چیزی که دلی مرا تسکین میکرد وقتی که میبینیم از همون حالت ها رو، آخه کجا میروند میگفتیم که او میگفت انسان نمیمیرد، انسان میگذرد، روح میتن میمیرد اما انسان میگذرد، باز نزد خدا میروند. همون خدایی که ما و شما را عقل سالم داد، همون خدایی که زمین را به یگان چوبچه و به یگان پایه در هوا معلق نگاه داشت، همش را دیده ایستاده است. ما به همون خدا عرض میکنیم، خدا میگوید نزدیکترین شما نزد من کی است؟ او با تقواتر و دیگر و دیگر. اما انمی تقوا رو چی جدا میکند؟ عقلی که خدا برای ما داد، علمی که عقلی که خدا برای ما داد، انا همون عقل جدا میکند. تقوا چی است؟ تقوا همون چیز است که هر چیزی که خدا من کرد نمیکنم، هر چیزی که من است نمیکنم، همون آیست آیست تقوا میشود. یعنی انا همین رو چی جدا میکند؟ عقل جدا میکند. هم پروردگاری که برای ما بهترین نعمت داد عقل است. اگر همون عقل خداوندی را من استفاده برم،
من چطور میتوانم بگویم که هی مردم روید جهاد کنید وقتی که میلیون بگذار میلیون روید، اما جنگ جنگی نامردی است که یک تگمه است، یک تگمه پخش کند که دیگر میلیون خانواده دیگر به سرپناه شود. موضوع بسیار موضوع چقوری است که از نقطه دینیش من نمیفهمم، شاید این فقط فکری من است، فکری من است و بیان من است، اما علماها چی میگویند نمیدونم در این بابت. از این سبب بسیار گفتارها است. پروردگار انسان کسل میکند، بیمار میکند تا به قدر سلامتی رسد. انسان بیمار میشود به قدر سلامتی رسد. و این چنین منظور همین ویدیو هم گفتنی هستم که خدا رو شکر که ما آرام هستیم، مادران ما آرام هستند، فرزندان ما پهلومان هستند، که ها گفتیم بیماری ها رو میبینیم و بدتنی شکر سلامتی بکنیم، همین سلامتی که داریم شکرش بکنیم. از این سبب دعا میکنیم، چون دائما میگفتیم که هر مصیبت پیش از آمدنش باید دعا کرد که خداوند کشور ما را در پناهش نگاه دارد، که دیگر این قلب مدار ندارد که یک کودکی را ببیند، یک مادر گریان را ببیند. وقتی اون دولت های جنگ زده را میبینید، وقتی اون حالت ها را میبینید، بعد به قدر همین روز آرامی میرسید. بعد بسیار چیزهای هست که ما ناراضی هستیم یا ناز و نیاز میکردیم، یا چیزی کوچکی که هست دیگر زبان انسان بسته میشود که اون حالت های اون برادرها را میبینیم. و بالاخره در حق همشون دعا میکنیم. راستی چون گفتیم بسیاری ها خاموشن، نه اونه که نمیدونن چی گویان، از جمله من هم نمیدونم چی گویم. حتی ببینید که باور دارم نه تنها من، بسیاری از همون نفرایی که میبینن دیده ایستادن قلب انسانیت دارن، چون در اینجا انسانیت زیر پا شده ایستاده است. حاضر دینی و یوهش یک طرف ایستاد. بسیار سخنان گم شده، نمیدونستم، بسیار گفتنی ها داشتم اما دیگر فراموش شد. خدا ما و شما رو در پناهش نگاه دارد. این چنین وطنی عزیزی ما رو که آرامانه زندگی داریم، چون فرزندها کنارمون هست و کار داریم و خوراک همه شرایط من مهیا است، شکر همین رو کنیم. همون چیزها برای ما درس بشود و در حق ما نیز دعا کنید که تا که خاطرمون جمع شود و دیگر دنبال کار شویم. چون گفته امروز ما با چین سفر داشتیم و بعد بودن با ایران و ویدی چند کنفرانس ها داشتیم، ویدی ای فیلمی تاجیکان که چند مدتی که تلاش داریم. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شب آهسته بسوز که شب دراز است، عشق آهسته برس که غم زیاد است، ای شب آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی محرمی اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست، هر مرد شطر دار او ایسی قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ حقیقی یمنی نیست، هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست، بر مرد دلان پند مده خش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست، با مرد خدا پنجه میفکن چون امرو، این جسمی خلیل است که آتش زدنی نیست، خوشنود ما
باشم دشمن اگر کرد محبت خندیدنی جلا زی شیرین سخنی نیست جایی که برادر و برادر نکند را بگو نبرای تو برادر شدنی نیست صد بار اگر دایم با تفلی تو دیهد چی و فیلم شوی دوست که مادر شدنی نیست صد بار اگر دایم با تفلی تو دیهد چی غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست ای عشق آهیست بریز که هم زیاد است ای شم آهیست بسوز که شب دراز است امروز کسی محرمی اسراری کسی نیست ما تجربه کردم کسی یاری کسی نیست.